روز دوشنبه اداره بهداشت استان کربلا جزئیات طرح اضطراری مراسم روز عاشورا را در شهر مقدس کربلا اعلام کرد. در ادامه همکارم در گزارش خود به جزئیات این طرح اشاره نموده که با هم می‌بینیم. صباح موسوی، مدیر کل بهداشت استان کربلا، در این رابطه با جزئیات برنامه‌های بهداشتی مراسم روز عاشورا گفت این وزارتخانه مقدمات لازم را برای اجرای طرح اضطراری مراسم روز عاشورای سال جاری به انجام رسانده است. وی تاکید کرد که پرسنل و عوامل اجرایی اداره بهداشت کربلا به این مناسبت بزرگ برای ارائه بهترین خدمات درمانی و بهداشتی به هزاران نفر از شهروندان و میلیون ها نفر از زائران عتبات عالیات آماده شده است. موسوی در ادامه افزود مؤسسات بهداشتی مشمول اجرای این طرح از سوی یک اتاق عملیاتی مشترک اداره می شوند و با وزارت بهداشت عراق، استانداری کربلا و ادارات خدمات استان، مدیریت حرمهای مطهر حسینی و عباسی و علاوه بر آن با مدیریت زیارتگاه‌ها و ادارات بهداشت استانهای مجاور هماهنگی لازم به عمل آمده است. مدیر کل بهداشت استان کربلا در رابطه با امکانات تدارک دیده شده در این زمینه گفت این اداره با آماده سازی 100 دستگاه آمبولانس و تجهیز آنها به داروها و لوازم مورد نیاز و استقرار آنها در مناطق مهمی که شاهد تجمع انسانی به ویژه در زمان حضور دسته های غمه‌زنی و عزاداری تویرج ضمن آماده سازی 8 بیمارستان دولتی و 4 بیمارستان خصوصی برای پذیرایی از بیمارانی که نیاز به درمان دارند امکانات مورد نیاز را برای پشتیبانی و مراقبت از عزاداران حسینی فراهم نموده است. وی در ادامه افزود مرکز جراحی چشم حضرت زینب سلام الله علیها که مجهز به کلیه داروها، دستگاه‌ها و لوازم پزشکی لازم برای موارد اضطراری است، همچنین 30 تیم پزشکی بهداشتی جهت نظارت بر آب آشامیدنی و ارائه غذا به زائران و عزاداران و چند تیم واکنش سریع برای ارائه خدمات خود به انبوه محبان اهل بیت علیهم السلام در آمادگی کامل قرار دارند. موسوی همچنین بر ضرورت رعایت اقدامات پیشگیرانه و توصیه‌های بهداشتی به منظور اطمینان از ایمنی زائران و عزاداران از جمله رعایت بهداشت فردی، جلوگیری از آفتاب زدگی، گرما زدگی و نوشیدن آب به طور منظم و به مقدار کافی در سراسر روز تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت عراق و دولت محلی تمام توان خود را برای حمایت از خدمات پزشکی و بهداشتی و رفع نیازمندی‌های زائران و عزاداران طی این روزها قرار داده افزود ادارات بهداشت در بابل و نجف نیز در هماهنگی با اداره بهداشت کربلا در این طرح مشارکت نموده و حمایت و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهند.